چون نیمه ماه آمد، چون نیمه ماه آمد، بقیت الله آمد، فرزند زهرا مهدی، دلدار دلها آمد. ای یادگار زهرای مرضیه، هرگز نکنم در عشقت تقیه، از هجران تو بر لب آمده جان، الغوث الامان الامان الامان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام ای آقای من، ای امام زمان من، ای پدر مهربانم، ای وارث ذوالفقار مولا و ای نور دو چشم آل طه، انتظار میکشیم دیدارت را، آمدنت را و فصل موسم بهارانت را. اللهم عجل لولی کل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده، سلام های گرم تقدیم شما و دلها و قلبهای پر از خوشی و شادمانتان. میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود بر همه شما عزیزان مبارک باد. امیدوار هستم که در این روزها و خوشیها دلها و قلبهایتان پاک باشه و منور باشه به نور خدای بزرگ و انشالله که زندگیهایتان هم مملو از خوشی باشه. یک بار دیگر تبریک میگم و چقدر خوب و زیبا هست که در این روزها و شبها خانه های شما گرم هست و دلهایتان هم گرم هست و کوچه و شهرتان هم آذین بنده هست، آذین بندی شده و میلاد حضرت مهدی موعود. یک بار دیگر تبریک میگم به همه شما عزیزان و ما هم خوشحال هستیم که در این روزها و شبها با شما عزیزان هستیم. با ما همراه و همگام باشیم. در استودیو خواهر خوب ما خانم رضایی رو داریم، بهشان تبریک میگیم و سلام عرض میکنیم. سلام خانم رضایی و این روزای شبهای خوبی و خوشی میلاد با سعادت مهدی موعود به شما هم تبریک میگیم. بسم رب نور، من هم تبریک عرض میکنم. این ایام بسیار بسیار فرخنده رو خدمت شما و همه بینندگان عزیز ما و یک دو بیتی تقدیم میکنیم به ساحت مقدس قطب عالم امکان. بله، امام عصر و زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف. ای یوسف آخر سوی این یعقوب نابینا بیا، ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا بیا، ای جان تو و جانها چو تن، بی جان چه می ارزد بدن، دل دادم دیریست من، تا جان دهم جانا بیا بیا. اللهم عجل ولی کل فرج. انشالله که چشم های همه ما منتظران واقعی به قدم هایشان مبارک شود و انشالله که چشمهای ما متبرک شود به قدمهای پاکشان. بسیار عالی. عزیزان بیننده با برنامه روشنا همراه هستین و ما هم با شما عزیزان همگام. دوست دارم از امیال نمبر واتساپی را براتون بگویم و شما هم با ما در ارتباط باشین. میتونین که پیشنهادات خودتان را، پیامهای تبریکتان را در این ایام بابرکت برای ما ارسال کنین. مثبت 964-780-255-40-13 با ما همراه باشین. و اما بله، اما قسم که شما عزیزان در جریان هستید، ما روزهای سه‌شنبه نسبت به عزت نفس صحبت‌های زیادی داشتیم با شما عزیزان و امروز می‌خوایم که بله در رابطه با انتظار و انتظاران عزت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف و نقش این انتظار در تقویت عزت نفس با شما عزیزان صحبت کنیم. خب خانم رضایی عزیز و محترم، ببینین به هر حال یکی از وظایف اصلی همه مؤمنین در عصر غیبت انتظار هست. این که ما باید منتظر واقعی باشیم و این که چه قسم و چگونه جز منتظرین واقعی حضرت باشیم، این خودش یک بحث مفصل هست و یک گفتگوی خاص هست. و ما این که ما منتظرین واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف میخواییم باشیم، خب این انتظار به هر حال باید یک مسیری رو در زندگی ما ایجاد کنه، یک مراحلی رو ایجاد میکنه در زندگی ما که یکی از اونا
همین تقویت عزت نفس هست. میخوایم در این مورد شما با ما صحبت کنین، گفتگو کنین و بسیار خوشحال میشیم که نسبت به این موضوع بیشتر به جزئیات از او بپردازیم و ببینیم که آیا به واقعیت ما که جز منتظرین خود ما را حساب میکنیم، آیا واقعا منتظر واقعی هستیم و آیا این انتظار موجب عزت نفس و تقویت عزت نفس میشه برای ما یا نه؟ بله، بسیار تشکر میکنم از شما بابت توضیحاتی که دادید. شاید این رو باید به فالینیک گرفت در مبحث عزت نفسی که ما در خدمت بینندگان عزیز هستیم. چقدر خوبه که در مراحل پایانی این مبحث، چون نهایتا مبحث رو ما مباحث متعددی در تعریف عزت نفس و اینکه بعد وارد مراحل عزت نفس شدیم و بعدی که عزت نفس رو ما از کجا و چه منابعی تامین میکنیم، چه چیزهایی روی عزت نفس افراد تاثیر میگذاره، مراحل مختلف نوزادی و کودکی و نوجوانی، جوانی، بحث ازدواج رو مطرح کردیم و در این ایام بسیار بسیار فرخنده و نیکو که نزدیک میشیم به روز بسیار بسیار مبارک نیمه ماه شعبان و میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، من به نظرم بسیار تقارن و همزمانی فرخنده است. اشاره کردید به یک مبحث بسیار مهم در روایات اسلامی داریم که حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمایان افضل اعمال امتی انتظار فرج، یعنی یکی از بالاترین، بهترین، نیکوترین و ارزشمندترین اعمال امت من انتظار فرج هست. خب خیلی قطعا مؤثر خواهد بود، خصوصا در اون دسته از بینندگان محترم که برنامه را این موضوع عزت نفس از ابتدا دارن دنبال میکنن، ای که این نتیجه برسن و این بسیار برایشون روشن بشود که من به عنوان یک منتظر، به عنوان یک محب، به عنوان کسی که باور و اعتقادیم ایست که منجی هست و منجی خواهد آمد و او از فرزندان پیامبر آخر و پیامبر خاتم خواهد بود و او وجود نازنین حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله و سلام علیه هست، ای حالا این مفهوم، ای باور و این نگرش نسبت به زندگی چه تأثیری در وجود ما خواهد داشت و اگر برای او ثابت بشود که این انتظار نه تنها به عبارتی سخت و طاقت فرسا نیست، نه تنها تأثیرات منفی نداره بلکه بسیار بسیار مؤثر خواهد بود و یکی از ارزشمندترین تأثیرات او است که روی عزت نفس منتظران تأثیر بسیار بسیار ارزشمندی خواهد داشت. دیگه با تمام وجود به انتظار به جای دل میخرد و میخرد و برایش بسیار ارزش خواهد داشت. مشکل هست، سخت هست، ولی خب با جان دل اونم میپذیرم. بله بله. خب اما برای اینکه بتوانم برای بینندگان عزیز ما این مبحث بسیار به عبارتی ساده بشود و قابل فهم باشه، یک بار به صورت خیلی ساده و سریع برمیگردیم به اصل خود مفهوم عزت نفس. بله. ما برای عزت نفس تعریف ساده ای کردیم، گفتیم که احساس شایستگی، ارزشمندی و توانمندی فرد در موردی که میتواند خودش و زندگی خودش و تا حدی به اصطلاح محیط اطراف خود کنترل کنه و قدرت و توانی رو داره که بر خود و بر محیط خود خو احاطه پیدا کنه و تسلط پیدا کنه. بله. خب حالا به سه تا مؤلفه اصلی رو از داخلی تعریف برمی‌دارم و بعد میگم که حالا این سه تا مفهوم عزت نفس رو ما چگونه میتوانیم در انتظار، خصوصا در انتظار منجی موعود انشالله به بالاترین وجه او شاهد باشیم. بله. و چگونه یک منتظر حقیقی و واقعی با توجه به این سه تا مؤلفه و سه تا عنصر اصلی که در عزت نفس هست میتواند به بالاتر این مدارج عزت نفس دست پیدا کنه و ارتقا داشته باشه عزت نفسو. اولین مفهوم، مفهوم شایستگی است، مفهوم توانمندی است. شایستگی خود افراد، شایستگی خود فرد. کسی که عزت نفس داره میگه که من میتوانم، من توانمندی کار دارم، من توانمندی، من توانایی دارم که به اصطلاح فلان مسیر حرکت بکنم، به فلان چیز دست پیدا بکنم، برای فلان هدف برنامه‌ریزی بکنم، به فلان نتیجه برسم. پس احساس توانمندی و احساس شایستگی. خب چگونه ممکنه که یک منتظر حقیقی احساس رو پیدا بکنه؟ از کجا میگم؟ ببینید، ما در آیات مبارکه قرآن داریم که پروردگار متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نورید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
یکی از بهترین پیام‌های قرآن که بسیار بسیار نوید بخش و امید بخش هست اینی که پروردگار متعال خود فرمود که این سنت الهی است، اراده الهی است که خدا می‌خواهد که وارثین زمین رو از کیا قرار بده؟ از مستضعفین، از کسانی که دچار به اصطلاح مورد ضعف قرار گرفتن و مورد اشکال و چالش قرار گرفتن. و یکی از اصلی ترین چالش هایی که برای مفهوم انتظار موعود هست است که شما یک باور موهوب دارین. دقیقاً. کی هستن؟ یک حامی، یک اصلا در مورد مستضعفین. یک اشکالی که معمولاً در حالا چه در به عبارتی مباحث عامیانه و در گفتگوهای بین افراد و حتی در مباحث علمی است که این انتظار در مورد منجی موعود و در مورد مصلح کل، در مورد وجود نازنین امام زمان، یک انتظار مهمه. یعنی چی؟ و خصوصاً در شرایط فعلی، خصوصاً در شرایط فعلی در کلیت جهان یک مبحثی هست که به طور کلی مسلمانان متاسفانه در همه اعصار و در همه قرنها دچار مشکلهای متعددی بودن، ولی به صورت خاص شیعیان و معتقدین و باورمندان به ظهور منجی کل و حضرت موعود در این برهه زمانی بله. از همه ابعاد متاسفانه دچار چی هستن؟ دچار ظلم و دچار استبداد شدن. حالا بیشتر از همه هموطنان خود ما، بیشتر از همه هموطنان خود ما. ما واقعا در طول چند دهه اخیر بسیار بسیار ورقهای تلخ و سیاهی در تاریخ افغانستان داریم که هجمه ها به صورت مشخص به سمت شیعیان و محبان بوده. چه حوادث تلخی، چه اتفاقات ناخوشایندی، از حمله کردن به مدارس و به عبارتی مورد حمله قرار دادن کودکان و اطفال بیگناه ما، حمله کردن به مراکز آموزشی و موارد بسیار زیادی، مساجد، مدارس، مراکز مثلا علمی و فرهنگی و مناسبت های حالا در متاسفانه در مواردی مناسبت های دینی اتفاق می افتاد. حتی درستم. در نیمه شعبانه که در پارسال مثلا من خودم شاهده بودم، دوستان ما شنیدن که در هرات اتفاق افتاد، دقیقاً در نزدیکی همون ایام متاسفانه انتحاری های متعدد داشتن که یک جشن بگیرن، برپا کنن و یادی از امام زمان کنن. و من بسیار یادم هست این موضوع که خانم رضایی که چقدر خوشایند هست برای من این موضوع که وقتی که ایام نیمه شعبان میرسه همه با تمام وجود با دل و قلب میامدن و درخت از زینت بسته میکردن، آزی میبستن شهر خوده، محلی خوده. و این نشان دهنده ای بودن که با تمام دل با تمام وجود انتظار میکشن و انشالله که این انتظار به پایان برسه. بعد از یک میان برنامه و وقفه همچنان با برنامه ما همگام و همراه باشین عزیزم. چه خوش میتابی ای ماه تمام نیمه شعبان، به تاب ای لحظه هایت را همه عمر جهان قربان. به تاب امشب که داری در بغل خورشید نورافشان، به تاب امشب بخوان با اختران تا صبحدم قرآن. بخوان با من که یار آمد به باغ دل بهار آمد، به ملک جان قرار آمد گل نرگس و بار آمد، گل نرگس که از عطرش جهان شد جنت الاعلا. گل نرگس که خلقت تا ابد مستند از بویش، گل نرگس که جانها رونمای دیدن رویش، گل نرگس که رزوان آورد دست دعا سویش، گل نرگس که باغ و باغبان آمد سناگویش، ملائک مست لبخندش، جلالت عبد پابندش، عدالت آرزومندش، بلب ذکر خداوندش، رخش جنت، قدش توبا، لبش کوثر، دلش دریا. فرودا از زمین ای مه ببین خلد مخلد را، در این خلد مخلد جلوه دادار سرمد را، درون جلوه دادار سرمد روی احمد را، حسین و مشتبه و حیدر و زهرا، محمد را. جهان مرده شد زنده، شب و مهر درخشنده، به تاب ای ماه تابنده، بزن بر سامره خنده، که تابید آفتاب فاطمه امشب ز سامر را. خروش از دل برآورد مردم عالم، انا المهدی، الا ای سر به سر ذریه آدم، انا المهدی، ستم کاران در دژهای مستحکم، انا المهدی، تمام امت پیغمبر خاتم، انا المهدی، ابر مرد قیامم من، خلائق را امامم من، عدالت را قوامم من، خدنگ انتقامم من، بپا خیزید مظلومان که آمد مصلح دنیا، بپا خیزید
بپا خیزید نجل فاتح بدر و هنین آمد، بپا خیزید زهرا و علی را نور عین آمد، بپا خیزید کز کعبه امام عالمین آمد، بپا خیزید روز یا لسارات الحسین آمد. منم سیف خدا مهدی، منم نور الهدا مهدی، بپا خیزید با مهدی خروش آرید یا مهدی. ظهور من برآرد ریشه کفر و زلالت را، ظهور من بگیرد از بشر قید جهالت را، ظهور من برافرازد برافروزد عدالت را، ظهور من کند تکمیل قانون رسالت را. هر آن کو خواست در عالم ببیند هیبت آدم، ببیند عیسی مریم، ببیند حضرت خاتم، مرا بیند که در من هست حسن انبیا پیدا. بیا یبن الحسن، بیا ای صد هزاران پور عمران محو و مدهوشت، بیا ای درد مظلومان به هر دوران هماغوشت، بیا ای بانگ آشوراییان پیوسته در گوشت، بیا ای پرچم سرخ حسینی بر سر دوشت. ولی قادر منان، امید عطرت و قرآن، فروغ دیده انسان، به تیغ حیدری بستان زبو سفیانیان داد سلح شوران آشورا. اللهم عجل لوليك الفرج. تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده، امیدوار هستیم که همچنان همراه باشین با ما. منتظر پیام‌های تبریک شما عزیزان هستیم. این روزها و شب‌ها شما عزیزان می‌فهم که شادمان هستین و حضور و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حامی مستضعفان حضرت مهدی موعود جل الله تعالی فرجه شریف، و امیدوار هستیم که این خوشی‌های خودتان را با ما اشتراک بذارین و ما هم خوشحال میشیم. و اما مشنویم و می‌بینیم که خانم رضایی عزیز با چه صحبتی دارن برای ما. ما می‌خوایم که منتظرین واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستیم و ببینیم که با این انتظاری که هستیم و میکشیم آیا میشنیم تقویت عزت نفسان پیدا کنیم؟ بله 100%. چه قسم؟ میشنیم از زمان خانم رضایی عزیز. تشکر از شما. من فقط به ادامه اون صحبتی که داشتیم ببینید، پس نکته اول در بحث انتظار موعود و تأثیر او در عزت نفس است که یک شیعه منتظر باور داره که من اینقدر توانمند هستم بر اساس وعده الهی که تخلف ناپذیر است. آنچه که خدا اراده کنه، اذا شاء له کن فیکون، هر آن چیزی رو که خدا اراده کنه، هر آن چیزی که خدا بخواهد، قطعا شدنی خواهد بود. پس اولین چیز، من به عنوان یک منتظر، به عنوان یک شیعه‌ای که در انتظار ظهور منجی موعود هستم، باور دارم به این که بر اساس وعده الهی میتوانه ایره دارم که وارث زمین باشم. بله. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما توانایی رو داریم که انشالله به یک جایگاه بسیار متعالی برسیم و او جایگاهی است که زمین را خداوند، کلیت حاکمیت هستی را خداوند وعده داده که درسته. ما اراده خواهیم، اراده کرده ایم که این اتفاق بیفته و نجعلهم ائمه، اونها رو امامان، سردمداران و صاحبان به اصطلاح حاکمیت و قدرت در کل زمین و وارثان حق و حقیقت قرار بدیم. پس این باور به من بسیار ارزش میده و این احساس توانمندی در وجود ما بسیار بسیار پررنگ خواهد شد. نکته بعدی که در همین عرصه هست، ببینید ما در روایات داریم در مورد وجود نازنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که میفرمایند زمان ظهور او زمانی خواهد بود که زمین پر از ظلم و جور شده، پر از تباهی و سیاهی شده و وجود نازنین آن حضرت هست که این ظلم و جور رو بر میداره و بر میچینه و به جای او عدل و عدالت و قسط رو میاره. ببینید نکته مهمتری است که پس ببینید این باز فرمایند در ارتباط بین مفهوم عدالت خواهی و عدالت محوری و عدالت پراکنی در کل جهان، اجرای عدالت است که ما داریم که می‌فرمایند که منتظران ظهور خود باید صالح باشند. پس ببینید باز دوباره یک عطف به است که من به عنوان منتظر توانایی دارم که زمین سازی کنم برای ظهور حضرت. زمین سازی چی؟ زمین سازی که مصلح بیاید و زمانی مصلح خواهد آمد که زمینه‌های صلح، زمینه‌های عدالت محوری و زمینه‌های به عبارتی اجرای قسط و عدل
در کلیت درست. زمین ایجاد بشه. پس من انسان توانمندی هستم و منتظر کسی هستم که او توانایی رو داره که همه بساط ظلم رو از آرام برمیچیند. و گفته شده است که منتظران آن حضرت هم این توانایی رو دارن که برای اینکه صلح رو در زمین، زمینه های صلح رو انشالله ایجاد بکنن و خود صالح باشن. یعنی دانستن و معرفت این موضوع باعث میشه که عزت نفسش بالا بره. بر شما من آدم توانمندی هستم، یک کمی توانایی دارم. نکته دوم بحث ارزشمندی است. من باور به انتظار حضرت ولی عصر جلال الله تعالی فرجه و شریف یک باوری است که به من میگه تو انسان عادی نیستی، تو بسیار ارزشمندی. چرا؟ به خاطری که خود امام در یک کلام بسیار لطیف، این جمله بسیار بسیار زیباست که حضرت فرمود که انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ببینید امام، ما در روایات داریم امام مثل پدری دلسوزه، همونطور که شما اشاره بله کردید. بله. امام بسیار بسیار مهربانه. امام به عبارتی حالت او پدرانه او است که در همه حالات پشتیبان است، تکیگاه است و مراقبت میکنه و مسئولیت خود میدونه که به عبارتی تنظیم بکنه احوالات فرزندان خودش، احوالات شیعیان خودشه. حضرت در این جمله معروف و که همه عزیزان قطعا میدانن و این رو بارها و بارها شنیدن، این یک امیدواری بسیار بسیار عظیمی میدن که تو شما شیعیان ما برای من بسیار ارزشمندی. مبادا یک زمانی گمان کنیم که ما فراموشتان کردیم، مبادا یک زمانی فکر کنیم که ما نسبت به احوالات شما، نسبت به جریاناتی هستیم. که اتفاق میفته ما شما رو ندیده انگاشتیم، ما نسبت به شما ببینید. من که مثلا فرض بر مثال میبینم که بچه‌م فرزنده مثلا دچار یک سختی شده، بله، بعد حالا نکته ایست که او سختی باعث رشد او میشه. مثلا میبینم که فرزند من مشغول خواندن تکلیف مثلا درسی خود است، به هی میای میگه که من نمیفهمم، من یاد نمیگیرم. من میگم نه بچه من هستم، من میدانم که من حواسم به تو هست، من مراقبت هستم، تو تلاشی تو بکن. اگر یک وقتی نتونستی باز ما مراقبت میکنم، باز من به تو کمک میکنم، باز من هستم. ببینید وقتی حضرت میفرمایید انا غیر مهمنین در امراتکم، اگر در سختی هستید، اگر در رنجید، اگر مورد ظلم قرار گرفته اید، بله، فکر نکنید، حتی این اندیشه به ذهن شما خطور نکنه که ما شما را فراموش هستیم. کردیم شما تنها نیستید. ما لا ناسین لذکرکم، ما اصلا فراموش نکردیم یاد شما رو. و یاد شما ببینید این که آدم احساس کنه که مثلا ما میگیم که در باور در رابطه بین مخلوق و خالق، خدایا علم یعلم به ان الله حیرا، خداوند متعال در قرآن میفرماید فکر میکنید شما رو خدا نمیبینه؟ احساس ای که خداوند در همه حالات و در همه شؤونات من شاهد و ناظر بر احوالات من است و او آگاهی که من چه حالی دارم بسیار کمک کننده است. میگم خدایا راضی ام به رضای تو، تو شاهد هستی، تو شاهد هستی. خب پس ببینید این عین همین جمله احساس بسیار ارزشمندی میده که درسته که من در سختی و رنج هستم، ولی ارزشمند این سختی کشیدنم. درسته که در امام حاضر نیست، من نمیتوانم مستقیم با امام خودم رابطه برقرار کنم، نمیتوانم مثلا مشکلات خودم را به صورت حضوری، ظاهری یا حضوری، بله، برم مشرفشون به ساحت امامه، بله. و بعد مثلا همانطور که شیعیان در زمان امام محمد باقر، در زمان امام جعفر صادق، شیعیان در زمان به عبارتی امامت امام رضا علیه السلام، حتی در تنگترین به اصطلاح زمانها، در زمان امامت امام هادی و امام عسکری، به هر حال یک راهی برای مراوده، برای گفتگو و برای اینکه رابطه برقرار کنن با امام، نامه میدادن و نامه رو جواب نامه میآمد. و ببینید پس این احساس ناتوانی و احساس ضعف، اگر که خب این فایدهش چیست؟ این اعتقاد چه کمکی به من میکنه؟ وقتی که من امام نمیبینم، امام که الان ما در این وضعیت بسیار سخت قرار گرفتیم، دقیقاً، به شدت تحت فشار هستیم، این فایده ای انتظار برای من چیست؟ امام میفرماید نه، هیچگاه تصوری برای شما اتفاق نیفته که من شما رو فراموش کردم. ما ناظر بر اعمال شما هستیم و یاد شما رو هیچگاه فراموش نمیکنیم، به همیشه به عبارتی همراه ما هست، بله، همراهی میکنن. غیر مهملین لمراعاتکم، هیچ اهمال و هیچ کوتاهی در مراعات حال شما نمیکنه. احساس تکیه‌گاهی، پشتوانه داشتن، من موجود ارزشمندی هستم. ببین امام من به ما گفته که خیالت راحت باشه، ما هستیم، ما به شما توجه داریم، ما شما را میبینیم. و نکته مهمتر در این عرصه ارزشمندی است که ببینید باور داشتن به عبارت ظهور و انتظار کشیدن برای ظهور فردی که او فرد منجی عالم است، او فرد کسی است که همه انبیا و از جمله پیامبر خاتم مژده ظهور او رو دادن، او فرد کسی است که در روایات معصومین علیهم السلام می‌فرمایند که اصحاب آخر الزمان
اصحابی که در زمان ظهور حضرت، او دسته از افرادی که در منتظران حقیقی حضرت بله هستند، بله. او افرادی که به معنای حقیقی کلمه اصحاب و یاوران مهدی هستند، کسانی هستند که ایمان اونها از ایمان ابوذر و از ایمان کسی مثل سلمان بالاتر. ببینید ما در مورد سلمان سخن معروف پیامبر داریم، حضرت فرمود سلمان منا اهل البیت. جایگاه سلمان، عظمت شأن و مقام سلمان بسیار بسیار بالا هست. حالا در روایات داریم که ایمان اصحاب آخرالزمان، یعنی ایمان داشتن، باورمند بودن در سخت‌ترین شرایط، در قرن 21، در هجوم همه هجمه ها، در فشار همه مشکلات، باور داشتن به ظهور منجی، بله. باور داشتن به این که من به عنوان یک منتظر ان شاء الله تلاش خواهم کرد، زمین سازی خواهم کرد برای ظهور منجی، اینقدر ارزشمنده که درست. ایمان باعث می شود، ایمان به یک همچی اصلی باعث می شود که ایمان من از ایمان سلمان بالاتر باشه. چقدر عالی، یعنی ارزشی از این بالاتر دیگه اصلا نمیشود. پس این یک نکته خیلی حساس وجود دارد که در بین صحبتهای شما من متوجه شدم، که یک کسی که در حال انتظار مهدی موعود هست، بله، بالاترین عمل او معرفت امام زمان بله، است. بله، بله، بله. یعنی باید بشناسه امام بله، خودم بله. باید بشناسه و بفهمه که خب من به عنوان یک انسانی که میگم من منتظره قائم آل محمد هستم، من چه وظیفه‌ای دارم؟ شناخت امام زمان است. یعنی باید بشناسی، هرچی که ما معرفت ما بیشتر باشه بله بله. مسلم است که انتظار ما پربارتر خواهد بود بله. و به همون نسبت عزت نفس ما هم بیشتر خواهد. عزت نفس ما بیشتر. خیلی خوبه، اشاره خیلی خوبی کردید و من این رو میخوام وصل کنم به نکته سوم، یعنی مفهوم سومی که در انتظار هست و این مفهوم باعث میشود که در عزت نفس ما هم تاثیر بسیار بسیار شایان و پررنگی داره. مفهوم سوم در بحث عزت نفس هم ما داشتیم که یکی از عناصر اصلی عزت نفس احساس کنترل کردن، من میتوانم خودم مدیریت کنم و میتوانم محیط اطرافم مدیریت کنم، اشاره که شما کردید. ببینید آگاهی پیدا کردن یک شیعه منتظر بر او که اساساً مفهوم چرا امام زمان غایب شده، درست، دلیل غیبت امام زمان چیست، آیا حکمت ای طولانی شدن این غیبت چیست، حتی ممکنه برای بعضی سوال برانگیز باشه، مورد شبهه قرار بگیرن، مگر ممکن است یک آدم هزار و چند بله، صد سال گفته شده این بله. موضوعات بله. پس ببینید هر چقدر که آگاهی من، شناخت من و معرفت من نسبت به امام زمان بیشتر باشه، ای احساس ببینید من به عنوان یک شیعه زمانی که منتسب میکنم خودم بله. به ای که من معتقد هستم و باورمند هستم به اصل امامت ائمه اثنی عشر که دوازدهمین امام در حال حاضر در غیبت کبرا به سر میبره و او امام ظهور خواهد کرد و ظهور او به معنای حقیقی برقراری عدالت و به عبارتی انصاف و عدل و همه نیکی های عالم خواهد بود، ای به من میگه که خب پس بنابراین من به عنوان یک فرد از آنجایی که منتظران مصلح خود باید صالح باشن یک وظایفی دارم. پس بله. ببینید شروع میکنم به این که من به عنوان منتظر میبایست بله. مراقب رفتارم، چه مراقب اعمالم، مراقب تفکراتم، مراقب هیجانات و احساسات خودم باشم. به خاطر چی؟ به خاطر که میگم همچه قدرتی دارم. من این قدرت رو دارم که میتوانم بر اساس زمین سازی که در اول در مورد خودم، در مورد رفتارم، در مورد اخلاقم، در مورد کردار خودم، که امام جعفر صادق در حدیث بسیار زیبایی میفرماید معاشر شیعه کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، باعث افتخار ما باشید، زینت ما باشید، باعث مباهات ما باشید، به گونه ای که امام میفرماید من فخر بکنم به ای که ای شیعه جعفر ابن محمد صادق است، من فخر کنم به این که ببینید رفتار و گفتار و کردار و منشمه از ساده ترین به عبارتی رفتارهای ظاهری، از لباس پوشیدنم، طرز صحبت کردنم، رفتارم بله، با کودکان بله. رفتارم با بزرگترها به گونه ای باشد که ببینید من احساس کنم که من به عنوان شیعه و منتظر امام عصر مدیریت میکنم رفتار خودم، از من خودم مسلط هستم. چقدر این موضوع حساس و مهم هست. ما بسیار وقتها میگم یک چیزی را، درست؟ ما منتظر هستیم، بله، ما منتظرین واقعی هستیم، ولی بله. ای که آیا واقعا روز منتظرین واقعی هستیم رو باید بشینیم با خود ما حساب کنیم، ببینیم که آیا بله بله چه میکنیم، بله، مسیر حتما. زندگی ما به کجا میره، رفتارهای ما چه قسم هست، آیا واقعا ما جز منتظرین واقعی هستیم. از امیال ما فرصت داریم که بیشتر بسنجیم اعمال خودمان، انشالله که جز منتظرین واقعی خواهیم بود. بعد از میان برنامه و وقفه همچنان همراه ما باشین.
قلبم گواهی می‌دهد که به یقین تو می‌آیی، تو می‌آیی و آینه‌های زنگار گفته جهالت و سکوت را دوباره جلا خواهی داد. می‌آیی و قلب‌های سیاه شده از تنهایی را دوباره با حضور روشنی بخش خود نورانی خواهی کرد. دلم را خویشاوند تمام پنجره‌های جهان می‌کنی. تو می‌آیی و چشمان جهان را به آبشاران زلال معنویت پیوند می‌زنی و فریادهای فرو خفته ستم دیدگان جهان را معنا می‌بخشی. گوش جهان را که از فریادهای گوش خراش شیاطین کفر و الحاد کرده است با زمزمه روح بخش محبتت نوازش می‌کنی. می‌آیی و من خوب می‌دانم که روزی از همین دریچه که سالهاست بسته مانده است جوانه خواهد رویید، جوانه سبز که از خیال همیشه منتظر من به سمت آسمانهای آبی حضور تو سر بر خواهد آورد. تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفت و روی احساس از دستان پرمهر نسیم بر منتظر واقعیت جاری می شوند. ای تجلی مهر خداوند در زمین، شورزار خشک دلهای خسته من در انتظار نوازش نرم نگاه پر مهر توست. سوار سبز پوش آرزوهای ما، روایتگر فتح و پیروزی مسلمانان، وارث پدر، وارث بعد، ذوالفقار حیدر در دستان توست و نرمی کلام مصطفی از زبان تو جاری می شود. یا حجت الله علی خلقه، بیا که بی تو قنوت شاخه ها اجابتی جز غروب تلخ خزان ندارد. دست مهر سرشک غم از دیدگان یتیمان برمی گیرد. رودخانه ها آتش دیدار تو را دارند و در بستر انتظار به سوی دریای ظهور تو شتابانند. قامتی به استواری کوه، دلی به بیکرانگی دریا و صمیمیتی به گرمی خورشید می‌خواهد تا بشود تو را خواند. کاروان دلها را به منزلگاه امید کشاند که ظهور تو اجابت دعای ماست یا صاحب الزمان. تشکر از همراهی همه شما خانواده های عزیز، شما مادران، پدران و جمع خانواده عزیزی که همکنون بیننده هستند. بسیار سپاسگزار هستم از حضور گرم شما عزیزان که برنامه روشنا را همراهی میکنین. با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و خانم دکتر رضایی هم کارشناس امروز ما هستند. صحبت های بسیار زیبا و مفیدی را تقدیم شما عزیزان میکنیم. امیدوار هستم که در این قسمت پایانی همچنان با ما همراه باشین. و خانم رضایی عزیز، من خودم شخصا که بسیار در فکر رفتم وقتی که میگیم که ما میخواییم منتظر واقعی باشیم ولی مراحل از اون را متوجه نباشیم و نفهمیم که چی باید بکنیم که جز منتظرین واقعی امام زمان ما باشیم و چی باید کنیم که بتانیم رفتارهای خود ما را، اخلاق خود ما را،
از شخص خود ما گرفته، بعد به خانواده و بعد به جامعه. اینها رو واقعا اگه در نظر نگیریم و هر چندم که بگوییم ما منتظرن و واقعی این امام زمان هستیم، فایده نداره. پس کوشش کنیم که یک اصلاحی در رفتار خود ما انشالله ایجاد کنیم. من خودم شخصا از خود میگم و انشالله که بتانیم جز منتظرین واقعی امام زمان ما باشیم. خب ادامه صحبت ها خانم رضایی. بله، تشکر میکنم از شما. ما حالا یک جنبندی بکنیم برسیم به اصطلاح موضوع. ما موضوع اصلی ما این بود که چگونه انتظار موعود کل انشاءالله مصلح و منجی موعود تأثیر میگذاره و میتوانه ارتقا بده عزت نفس منتظران رو. ما سه تا مؤلفه رو در عزت نفس انتخاب کردیم و بعد به عبارتی رابطه اونها رو با انتظار یا که انتظار چه تأثیری میتوانه در این مؤلفه داشته بیان کردیم. اول احساس شایستگی بود، توانمندی. دوم احساس ارزشمندی، احساسی که من مهم هستم، یک جایگاهی دارم. و سوم به عبارتی باور به این که من میتوانم مدیریت بکنم، تسلط داشته باشم، اول بر خودم و بعد بر به اصطلاحی که شما فرمودید خانواده و اطرافیان و در کل در جامعه خودم، محیط خودم را چگونه میتوانم. ببینید من مثال میزنم به خاطری که برای عزیزان تاکید میکنم کاملا ملموس باشه که مقصود ما چیست. من به عنوان یک مربی، به عنوان یک مادر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک کسی که به عبارتی آرمان تربیت دارم، قصدم ایست که انشاءالله مفهوم منتظران مصلح، خود باید صالح باشند را میخوام در جامعه و در سنفم، در خانه، در خانواده اجرا کنم. بله. ببینید چگونه میتوان به عبارتی مفهوم انتظار رو و مفهومی که من قدرت دارم که مراقب رفتار خودم باشم. درست. پس از اینکه مراقب رفتار خودم بودم، رفتار خودم مدیریت کردم، برای اساس میتوانم به عبارتی بر محیط خودم مسلط باشم و محیط خودم اگر دوچار چالش هایی میشیم، با مشکلاتی مواجه میشیم، بر اونها غلبه کنم، هیچ وقت دوچار یأس و ناامیدی نشم. درست. اینکه ببینید من به عنوان مثال در همین برهه زمانی به فرزند خودم، به شاگرد خودم، به عبارتی به کسانی که به حال در حیطه تربیتی من قرار دارن میگم که مثلا به عنوان مثال میگم که دروغ نگید، به سمت تقلب نرید، درسته، حق و ناحق رو با هم به عبارتی نادیده نگیرید، یا خدای نکرده یک زمانی اگر حق رو نادیده نگیرید، اگر حق به ضررتان بود نرید به سمت باطل، و اگر خدای نکرده باطل نفعی و منفعتی برای شما داشت شروع نکنید به پیروی کردن از باطل. چگونه ممکن است که این مفهوم را من بتوانم واقعا باطنی کنم، درونی کنم برای بچه‌ام، برای کسی که به عبارتی حتی برای خودم در قدم اول خودم قطعا خود. خب ببینید من میگم که ما داریم میگیم که باور داریم به وجود امام غایب، امامی که در ظاهر غایب هستن، اگرچه حضور اونها بسیار بسیار واضح‌تر و مشهورتر از حضور همه آنچه که در هستی هست. خب من میگم که چطوره این مفهوم انتظار و مفهوم به عبارتی باور به انتظار، باور به اینکه ما منتظر کسی هستیم که او انشاءالله به زودی ها ظهور خواهد کرد و ظهور او همراه خواهد شد با یک انقلاب جهانی، او حاکمیت جهانی خواهد داشت. بله. خب وقتی که میگیم که منتظران حضرت مهدی باید صالح باشند، ای باعث میشه که ببینید من اگر شیعه هستم، اگر معتقد هستم، اگر باورمند به ظهور امام زمان هستم، خب من باید یک قدم کوتاه در عرصه صلاح بردارم، در عرصه اصلاح جامعه بردارم. بله. کی منتظران ظهور خود باید صالح باشن؟ این صلاح را از کی آغاز کنم؟ از خودم، از خود شروع کنم. چگونه آغاز کنم؟ من به بچه‌م میگم عزیزم تو امام زمان دوست داری؟ میگه بله مامان. بله مادر جان. میگم نیمه شعبان واقعا دعا میکنی برای تعجیل در فرج امام زمان؟ میگه قطعا. ما صلوات میفرستم، چقدر نذرهای ختم قرآن داریم در این ایام، داری ساعات و لحظات حتی. درسته. خب به همه عزیزان میگیم که من به عنوان یک منتظر، مگر والاترین و ارزشمندترین و تنها ترین چیزی که از خدا در اوج همه خواسته هایم دارم تعجیل در فرج امام زمان نیست، ظهور امام زمان نیست. میچرا؟ خب وقتی همه یک چیزی با همه وجود تقاضای ما است، بله، علاوه بر اینکه در برای حالت احساسیم باشه، باید در اعمال و رفتاریم تسری پیدا کنه، باید دیده بشه. اگر من واقعا دعا میکنم اللهم عجل لولیک الفرج، ای اللهم عجل لولیک الفرج، باید ظهور پیدا کنه در رفتاریم. رفتاری نیست که چی، هر جایی که سخن حق میشه واسه طرفداری کنم، ولی که ضرر باشه، یعنی فقط به زبان نباشه گپ ما، باید عمل کنیم با رفتار ما، با اعمال خود ما،
به میدان بیاییم. احسن باشم. عملاً وارد. عملاً وارد شویم. عملاً وارد شویم. و عملاً که وارد شدیم، ما که ببینید وقتی از ما یک سر زد حق طلبی و حق خواهی، راستگویی و صداقت، حتی اگر به ضررم تمام شد، ممکن است که این ویژگی در وجود ما باشه و برام بسیار ارزشمند. وقتی این ویژگی در یکی دیگه از منتظران و محبین حضرت می‌بینم، کنار او قرار می‌گیرم. یک زمان می‌بینیم کنار هم قرار گرفتن ما، اتحاد ما و همدلی ما که انهم بنیان مرصوص. دقیقاً. تبدیل به یک صفهای منسجم و قدرتمندی خواهند شد. آن زمان می توانیم پرچم بالا کنیم و ادعا کنیم و بگوییم، حرفی برای زدن داشته باشیم. نه تنها در سطح خانواده خودم، نه تنها در سطح شهر خودم، بلکه همون مفهوم جهانی حاکمیت. ببینید، ما قائل به اینیم که حاکمیت جهان در پایان برای مستضعفین خواهد بود و برای کسانی که خدا بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ذخیره الهی هستند و ما به عنوان کسانی که منتظران حقیقی او موعود امم هستیم. ببینید، ما موعود رو برای نه فقط برای دین و به عبارتی مکتب اسلام، بلکه برای همه امت ها، برای همه انسان ها قائل. وقتی من قائل به این هستم که من منتظر به عبارتی مصلح کل خواهم بود و این منتظر بودن و این صلاح و این اصلاح در رفتار ما باشه، به محض ای که این صلاح رو در رفتار دیگران میبینم، یک حس نزدیکی و قرابت پیدا میشه. بله. و کنار هم قرار میگیریم. وقتی که کنار هم قرار گرفتیم، قدرت جامعه بودن و کلی بودن و این وقتی که همراه باشه، این قدرت همراه با یک باور، همراه با یک اعتقاد و این اعتقاد قطعاً قدرتی به ما خواهد داد که زمین سازی عملی داریم در سطح جامعه و انشالله به اون معنی خواهیم رسید که باور به این داریم که حکومت جهانی حضرت مهدی انشالله پدید خواهد آمد و ما امیدوار انشالله. هستیم به این که یکی از اون 313 نفر یعنی سرداران و به عبارتی فرماندهان انشالله حضرت باشیم. کما اینکه ما در تعداد ما، بعضی ها میگن خب 313 تا، یعنی وقتی که 313 تا اینقدر تعداد کم هنوز پدید نیامده. بله. ما داریم که اون 313 نفر فرماندهان سپاه جهانی حضرت مهدی هستن. بله. و انشالله که یکی از اون 313 تا باشیم. کما اینکه خام زوری میدانیم که 51 خانم هستن. بله. خب انشالله یکی از این 51 خانم نفس برای بله ما خانم یکی از اون 313 نفر باشیم به طور کل. بله. اگر از اون 300، حتی اگر که او شایستگی هنوز به معنای واقعی پیدا نکردیم که یکی از فرماندهان باشیم، قطعا انشالله امیدوار هستیم که یکی از سربازان خواهیم انشالله. بود و پشت سر امام خودمان انشالله به عبارتی برای دفاع از حق و حقیقت و برای حق طلبی و حق خواهی قیام خواهیم کرد انشالله. و این خودش یک نوع عزت نفس بسیار بزرگی بود که احساس خصوص برای خواهران خوب ما، خانم های عزیزی که امیال در جمع خانواده ها هستن و احساس میکنن که خب ما یک زن هستیم در کنج خانه یا در آشپزخانه، چی کار از دست ما برمیآید، ما چی میتونیم بکنیم و حتی شاید اون عزت نفس واقعی که در وجودش باشه همون رو شاید از دست داده باشه. بله. و حال ما با برنامه خود ما و با گفته های زیبای خانم رضایی میگم که خواهر عزیزم، هر چند که در محیط خانه هستی و وظیفه خانه و آشپزخانه و تربیت اولاد داری، کم وظیفه نداری، وظیفه بسیار بزرگ و سنگینی داری، ولی عزت نفس بالایی داشته باش که حتما میتونی یکی از یارای امام زمان هم باشی. درست است؟ بله. من یک خواهشی دارم، حالا با توجه به این صحبتی که شما کردین به صورت خاص در مورد خانه. بله. ببینید، یک باور کلی در مورد مذهب شیعه وجود داره که سه اصل اساسی و سه رکن اساسی در مکتب تشیع وجود داره. یک مکتب قدیر است، دومی نهضت عاشورا است و سومی مبحث انتظار ظهور موجود. بله. است. نکته جالبش اینه، یک لحظه در حینی که شما صحبت می‌کردین به ذهن ما اومد. یک دقیقه پیام بله. پیام قدیر را کی متجلی کرد؟ تلاش های حضرت زهرا. دفاع حضرت از دفاع همه جانبه و تمام قد حضرت زهرا از ولایت امیرالمومنین. نهضت عاشورا را به عنوان دومین شاه کلید مکتب تشیع، نهضت عاشورا را کی تسری داد؟ سر نی در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. و انشالله وقتی پیام قدیر را زن وجود نازنین سیده زنان عالم و پیام نهضت عاشورا را دختر نازنین او زینب کبرا به جا انشالله تسری داده و به بله. عبارتی تجلی داده در جامعه و در مکتب تشیع، بله. انشالله قطعا باورمند هستیم که مفهوم انتظار رو و مبنای انتظار رو و انشالله زمینه سازی ظهور رو هم باورمندان، بانوان معتقد و فاطمی مسلک زینبی بله. مداری انشالله به پرچم رو به دست پرچمدار اصلی خواهند رسون و نقش زنان در عرصه بسیار بسیار پررنگ حتما هم قسم خواهد بود. بسیار عالی و تشکر و سپاسگزار از خواهر خوب ما خانم رضایی و شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین. یک بار دیگر تبریک میگم خدمت همه شما عزیزان
و التماس دعا دارم در این روزها و شبهای متبرک. از حضور گرم همه شما عزیزان همیشه همراه خداحافظی میکنیم و از خدای بزرگ برای همه شما شادمانی، دل خوش و قلب پاک خواهان هستم. خدا نگهدارتان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.